سلام به دوستای عزیزم، به پیج مهسا پس خوش اومدین. امروز اومدیم با یه غذای متفاوت و خیلی خوشمزه. اسم غذامون آدنا کباب هستش. فکر کنم خیلی خوب اسم این غذا رو شنیدین. خیلی هم تشابه به همون کباب کوبیده خودمون داره، ولی فوق العاده خوشمزه تر با یه سری تغییرات توی موادش هستش. پس بریم ما هم دیگه دست به کار بشیم. برای درست کردنش به گوشت چرخ کرده احتیاج داریم، البته گوشت مخصوص کبابی، کباب کوبیده، که حالا یا میتونین خودتون درستش کنین یا میتونین آماده از پروتئین یا تهیهش کنین و بعد با مواد دیگه ترکیبش کنین. به گوشت مخصوص کوبیده احتیاج داریم، حدود نیم کیلو. داخل یه ظرف می‌ریزیم، حسابی برزش می‌دیم. به 3 تا 4 تا پیاز، اونها رو باید ریز ریز خوردش کنین. آب پیاز رو بگیرین و کنار بذارین. به جعفری هم احتیاج داریم که اونم خرد می‌کنیم و همینطور یه دونه فلفل دلمه قرمز. موادی که خرد کردین و کنار گذاشتین حالا به گوشتتون اضافه می‌کنین. پیازو می‌ریزیم، حسابی آبش از قبل گرفته باشین. جعفری خرد شدمون رو بهش اضافه می‌کنیم و همینطور فلفل دلمه قرمزمون رو به گوشتمون اضافه می‌کنیم و حسابی شروع می‌کنیم به ورز دادن. قبل از اینکه حسابی ورزشون بدیم به فلفل سیاه و نمک احتیاجه بهش اضافه میکنیم. پودر پول بیبرم اگه داشتین حتما بهش اضافه کنیم که من اینجا نریختم و بعد شروع بکنیم به ورز دادن. انقدر ورز میدیم تا حسابی چسبناک بشه. زمان ورز دادنش خیلی زیاده، به حدی که کل موادتون مثل یه خمیر در بیاد که زمانی که میخواین سیخ بزنین کاملا بهش بچسبه و نریزه. بعد از اینکه حسابی گوشتتون رو ورز دادین به دستگاه مخصوص حالا کباب کوبیده نیازه، ولی اگه نبود اگه با کمک دستتون میتونین خودتون راحت سیخ کنین، گوشت رو بردارین و با کمک سیخ کوبیده اونو کاملا شکل بدین. ولی اگه هم داشتین چه بهتر، یه کیسه پهن میکنین روی ظرفتون، مقداری گوشت روش میرسین و سیخ روی گوشتتون قرار میدین و شروع میکنین فشار دادن و بعد از دو طرف با کمک کیسه گوشت اضافی روش صاف میکنین و با کمک اهرمی که داره روش کمی فشار میدین و گوشتتون تقریبا به سیختون میچسبه. ولی بعد از این روش باز نیازی که با کمک دستتون و مقداری آب حسابی بهش فور میدین که حسابی فیکس بشه. بعد از اینکه سیخ رو برداشتین از روی کیسه حسابی با کمک دست حتی میتونین روش هم مثل کوبیده خط بندازین، البته با کمک آب حسابی روش بگشین تا یه دست رو صاف بشه. همه سیخاتون که آماده شد برای حدود 1 ساعت میذاریم همون تو دمای محیط بمونه، روش یه کیسه پهن میکنیم، میذاریم به حال خودش و بعد از 1 ساعت میریم برای کباب کردنش. توی این فاصله میریم سراغ بادمجون که 3 تا بادمجون رو کبابی میکنیم، میذاریم روی گاز تا حسابی کبابی بشه، بعد داخل یک کیسه قرار میدیم، کمی داخل کیسه بمونه، بعد میریم برای پوست کندنش که خیلی راحت این روش پوست بادمجون ها گرفته میشه.
بادمجونا رو که گرفتیم با کمک چاقوی تخته شروع میکنیم به ساتوری کردن بادمجونا. حسابی ساتوری رو لهشون میکنیم. کباباتون رو حسابی زیر و رو بکنین تا حسابی مغز پخت بشه و همه قسمتش بپزه. بعد از اینکه کبابامون پخت، اونو داخل یه نون از سیخ خارج میکنیم. میتونید برای خوشمزه تر شدن کنار غذاتون یه سیخ گوجه هم داشته باشین که آهسته باهاش سروش کنین. بادمجوناتون رو که ساتوری کرده بودیم، حالا با کمک یه ماست چکیده، منم ماست چکیده موسیردار استفاده کردم. اگه موسیردارم نبود ساده که بعد میتونید سیری بهش اضافه کنید و مخلوطش کنید. بادمجونا رو داخل کاسه می‌ریزیم، ماست رو بهش اضافه می‌کنیم، مقداری هم نمک و فلفل و حسابی این ترکیب رو با هم دیگه مخلوط می‌کنیم و کنار می‌ذاریم. کباباتون رو که خارج کردیم از سیخ روی نون قرارش میدیم. روی نون مقدار سس خردل و سس کچاپ میریزیم. حسابی میتونیم پخشش کنیم یا پخشم نکردیم مهم نیست. بعد کباب رو میذاریم قسمت جلوی نون، شروع میکنیم به رول کردن نونتون. بعد از اینکه نونتون رو رول کردین، شروع میکنید به برش زدن کبابتون. حالا برش های کبابتون رو با کمک یه سیخ معمولی شروع میکنید دوباره سیخ کردن و بعد میذارید دوباره به شعله گاز. حواستون باشه خیلی روی شعله قرار نگیره چون خیلی زود میسوزه، فقط قسمتی که برشته بشه در همین حد کافیه. بعد از اینکه کمی روی حرارت مونن، اونها رو میتونین از سیخ خارج کنین و کباباتون رو داخل ماست بزنین و نوش جان کنین. مرسی که تا پایین این کلیپ همراه من بودین. خوشحال میشم منو به دوستانتون معرفی کنین و کانال منو لایک و سابسکرایب کنین. تا یک کلیپ دیگه و غذای خوشمزه دیگه، خدا نگهدار.